دوستان عزیز، شبتون بخیر. ادامه میدیم با صفحه 23 با ترجمه متن هایدی کلوم. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie den Stammbaum. خب این متن رو باید بخونیم و در واقع اینجا یه Stammbaum و پایین داشته باشیم که میگه اینا رو با این هدف ما داریم میخونیم که مثلا اینجا نوشته موته کی هست، اسم موتش چی هست، پاتر کی هست، وقوفش چیه، شغلش چیه و آربایتر آلز به چه عنوان کار میکنه، شغل مادرش چیه. میبینید در واقع شبیه بام یعنی درخت، شبیه یک در واقع یه مشخصاتی از خانوادهش به طور کلی که سیل ساموئل و هایدی کلوم اینا چه نسبتی با هم دارن، احتمالاً زن و شوهر هستن، شغلشون ها حتی هرکونفشون یعنی زادگاهشون، وون اورت محل زندگیشون و آیا کیند بچه دارن یا ندارن. اگه دارن خب چهار تا جای خالی گذاشته ولی باید ببینیم چند تا بچه دارن. خیلی خب، چیزی که مهمه اینه که ما این متن رو بخونیم و مواردی که مربوط به گرامرش میشه رو ما با هم دیگه مرور کنیم. عذر میخوام، من دستم خورد به اینا و تاسفانه خیلی رفت بالا، مشکل نیست پیداش میکنیم. بله اینجا بودیم. خب شروع میکنیم. متن رو من یک کمی هم برای شما بزرگتر کنم. بسیار خب. Heidi Klum ist Heidi Klum, اسم فامیلشه، ist die Tochter, هست دختره، دختر آرتیکلش دی هست، von دختره، این دختره که ما میگیم یه توی همین von هستش معناش، یعنی دختره، ist die Tochter von Erna und Günther کلوم، یعنی پدرش هست دیگه. میگه هایدی کلوم هست دختر ارنا و گونتر کلوم. در واقع پس ارنا و گونتر کلوم تا اینجا شدن پدر مادرش. اوند هنوز داره در مورد هایدی صحبت کنه. اوند و کومت اوس، یعنی کی کومت اوس؟ هایدی دیگه، دیگه چون فایل یکی تکرار نکرد. اوند کومت اوس، اوس رو دقت کنید، دوچلند و اهل در واقع دوچلند هست، آلمانی تبار هست. زی ایست ام ارستن، خب ماه شیش میشه جون، ام ارستن آخرش ای ان داره، این در واقع داره، ام ارستن جون. اون وقت ساله که میخوایم بخونیم دوتا دوتا عدد رو با هم جدا میکنیم، یعنی اول دوتا اول رو میخونیم نوینسین، میدونید دیگه 19 میشه نوینسین، بعد 73 رو میخونیم دقایون زیبسین. بذاری من یه بار اینجا با شما اینو دوره کنم. خب من میگم ایش بین، وقتی میخواید بگید من متولد این ماه یا این تاریخ تولد من هست، من در این تاریخ به دنیا آمدم، نمیگید ایش، حالا مثلا با فعل دیگه، در واقع جمله مصطلحش اینه ایش بین، خود فعلش میدونید چیه؟ خود فعلش هست گبورن زاین، گبورن زاین یعنی متولد شدن، گبورن زاین. حالا وقتی میخواید بگید من متولد شدم میگید ایش بین گبورن. میبینیم اینجا هم دقیقا همینو گفته، حالا در ادامه گفته دیگه. خب ایش بین گبورن، حرف اضافهش چیه؟ آم، حرف اضافهش آمه، وقتی میخواید بگید در فلان روز. حالا برای خود من 29/10/1978 هستم. خب مثلا این ایران. خب من میخوام بگم در ایران به دنیا من. خب چطوری باید این رو بخونم؟ حالا همیشه دوستم من می نویسم که شما برخودتون توی
در واقع جایی که هستید تمرین کنید. ich bin geboren، تا اینجا که مشکلی ندارید. آمم که مشکلی ندارید. خب اول عدد رو میخونید، میشه 9 und 20. ببینید این 26 تو که 26 رو که میدونستید، این STEN آخر رو، حالا این رو داشته باشی 26. حالا اینجا چی کار میکنم؟ کاما میذارم، اوند میگم، نه چیزی نمیگم. ماه 10 میلادی میشه چی؟ میشه نوومبر. خب من ترتیب ماه های میلادی رو حتما براتون پست میذارم امشب. 29 نوامبر اینجا مکس میکنی. حالا که میخواید سال رو بگی، دوتا عدد رو جدا میکنی. من عمدن دارم براتون مینویسم ولی اینجوری نمینویسم، میخوام شما یاد بگیر. 19 درست مکس میکنی. 78 خب من عمدن مثل شما به حروف نوشتم که شما تشخیص بدید که من میگم 9 and 26 10 یعنی چی. حالا من چند تا عدد دیگه هم اینجا میذارم که شما متوجه شید. هر چی باشه این EN مهمه، این EN، این آخره در واقع این مهمه. متوجه شدین؟ حالا بهتون میگم چرا، ولی الان نه، ولی 9 and 26 10 به دلایلی باید به این صورت گفته شد. مثلا اگر بود 8 مثلا 3900 و نمیدونم هر چیزی 86، خب اینو ما باید چی بخونیم؟ میگیم ich bin geboren am 8 تو که میدونید یه این اضافه میکنید، 8 میبینید یه این اینجا اضافه کنید. بذاری من بنویسم بهتون میگم. ماه 3 چی میشه؟ مارس میشه دیگه، در واقع مرس میشه، میشه مرس. خب حالا اینجا مکس میکنید، 9 10 مکس میکنید، 6 und 8. خب متوجه شدین؟ پس هر عددی رو نوشتید اینجا یه این روش اضافه میکنی. حالا خب شما فقط در مورد ماه تولد خودتون میخواین دیگه، باز همین رو در واقع با اطرافیانتون، شما تو محیط هستید میتونید چک کنید، نخواستید میتونید بر من بفرستید سوال بکنید. در هر صورت هر جوری که راحت هستید، ولی میتونم خدمتتون بگم که دارید درست میگید یا خیر. خب این از این. پس اینجا چی گفت؟ زی ایست ام ارتن. چرا میگه ارتن؟ برای اینکه ماه اول رو، روز اول رو میخواد بگه اوله. ببینید این ارتن این کلمه هست، میگه بذارید من اینجا بنویسم که شما اذیت نشید. خب میگه ارتن میخواد بگه اوله، حتی میخوام بگم دومه. وایتن این میشه فایی که میدونستید، ولی تن اضافه میشه. حالا اینا مصطلح دیگه، باید اینطور بگید، این قانون دیگه. خب سوم مثلا میشه 3 10. سومه. خب حالا به مرور زمان اینو متوجه میشین. مجبورم بهتون بگم این داره سنگ هم عدد ترتیبی رو براتون امشب بذارم اگه برسم. 4 10 میشه 4. بذارید براتون این عدد رو میذارم. حالا در حدی که فقط میخواستم بدونید تاریخ رو چطوری میخونید، حتما براتون این برنامه رو امشب میذارم تا اگه برسم. خب The is am 1. June 1973 in Bergisch Gladbach geboren. این Bergisch Gladbach یه جایی هستی که در فلانجا متولد شده. خب پس geboren زاینو من گفتم بهتون، geboren زاین این حرف اضافه چی هست؟ این هست، یعنی باید در جای متولد شدن این به کار ببرید در ادامه. خب ادامه میدیم.
هایدی کلومز فاتر، یادتونه گفتم وقتی میخوایم یه چیزی رو نسبت بدیم اسم مالکیت آخر اسم میتونست بگه هایدیز فاتر. حالا ولی چون اسم و فامیلش هایدی کلوم، ما داریم راجع به این صحبت میکنیم، دیگه اومده که انتهای فامیلیش نوشته هایدی کلومز، یه اس اضافه کرد فاتر، یعنی پدر هایدی کلوم. این اسی که اینجا هست ایست شیمی فخار بایته، یعنی تکنسیان شیمی هست. این هم یک کلمه است باید یاد بگیرید. شیمی، شیمی دقیقا مثل فارسی تلفظ میکنن شیمی رو، نمیگن کمی، نمیگن شمی. شیمی فخار بایته. یست یعنی الان، آربایتت ار داره در مورد پدر هایدی صحبت ده. الان کار میکند او، اما آلت منجر به عنوان مدیر فون هایدی کلوم، یعنی مدیر. هر جا این فون رو دیدی تا اطلاع ثانوی، هر جا این فون رو دیدید یعنی اون ای که ما تو فارسی میگیم. خب و میگه به عنوان مدیر هایدی کلوم، میگه قبلا پدرش شیمی فخار بایتر بوده، به عنوان شیمی فخار بایتر کار میکرده، ولی الان به عنوان مدیر هایدی کلوم هست. ار ایست پر هایغاته، اوکی، متعهد هست. میت ار ناکلوم، میتونید بگید ایخ بین پر هایغاته، یا میتونید بگید من ایخ بین پر هایغاته. میت بعد میتونید اسم خانومتون رو بگید یا اسم همسرتون، شوهرتون رو بگید. ار ناکلوم ایست فون بغوف فریزویرین. خب این فریزویرین رو قبلا که فکر کنم گفته بودم، یعنی آرایشگر در واقع زن. خب چیزی که اینجا مهمه اینه که من اینجا نوشتم واسه تون. من میتونستم اینجا بیام بگم، اینجا به جای ایش بگم مثلا ارنا. نمیتونم اینجا چه اسمی گفته که برای شما روشن شد. خب ارنا، اینم بزنم ارنا، پس میشه ایش دیگه بین نبرد باشه. خب و ارنا هات. خب اینم ارنا آربایتد. ببینید من میتونم بگم قبلا بهتون این ستار گفته بودم که میتونیم بگیم، فرض کنید داریم راجع به ارنا صحبت میکنیم، میگیم وقتی میخوایم در مورد شغل ارنا صحبت کنیم، ما تا الان چهار روش داریم واسه معرفی شغل تا امروز، قبلا تا سه تا داشتیم. یکی میتونستیم بگیم ارنا آربایتت آلف لرقین، یعنی ارنا کار میکنه به عنوان معلم، درست؟ بعد گفتم ارنا ایست لرقین، میتونیم هم بگیم ارنا معلمه، لازم نیست حتما بگم به چه عنوان کار میکنه، ایست لرقین انفاخ. بعد میتونم بگم ارنا هات، ارنا داره اینن جوب، یک شغل، یک شغل. آلف لرقین، اینم که تقریبا میخوام اولیه شد، فقط این اینن جوبش اضافه شد، یعنی یک شغلی دارد به عنوان معلم. خب مورد چهارم رو چی میتونیم بنویسیم؟ میتونیم بنویسیم ارنا، درست شد؟ ارنا فون بغوف، اینجا بود دیگه، درسته؟ میبینی؟ حالا فامیلیش هم نوشته، من دیگه نمینویسم واسه تو. خب ارنا ایست فون بغوف، شغلش چی بود اینجا؟ ارنا ایست فون بغوف فریزویرین. حالا اصلا میتونم با همون لقیقین ادامه بدم دیگه، همون چیز که اینجا بود. لقیقین یعنی چی؟ ارنا، اینجا من چون اینطوری نمیستم، عوض میخوام، ارنا ایست فون بغوف یعنی شغل ارنا، یعنی ارنا هست از نظر شغلی معلم. میبینید همش همونه، این فون یعنی فون بغوف، یعنی از لحاظ شغلی، از نظر شغلی. اصلا اینا مهم نیست، مهم اینه که شما اینا رو حفظ بکنید. من فقط برای تفهیم بهتر میگم، وگرنه انقدر دوستان اینا رو شما میگید و عادت میکنید و یک روز اینها براتون خاطرات خیلی شیرینی میشه. خب
پس تا حالا 4 تا روش رو با هم دوره کردیم. Aber sie arbeitet nicht mehr. اما او کار می کند. Nicht اومده. پس کار. Mehr یعنی بیشتر. یعنی دیگه. بیشتر دیگه. منظورش اینه که دیگه کار نمی کنه. این arbeitet nicht رو در نظر بگیریم. این arbeitet این مر رو در نظر نگیریم. تا اینجا. Aber sie arbeitet nicht. او کار نمی کند. میر دیگه. متوجه شدیم؟ پس میر معنی دیگه داره در فارسی. معنی بیشتر هم داره ولی اینجا با اون معنی در واقع تطبیق نداره. خب هایدی کلوم است مدل، یعنی مدل هستش، هست مدل. اینم یه شغل دیگه مثل که اینجا گفتم مثلا ارنایش لغتیم. خب مدل هم یه شغله. میگه هایدی کلوم است مدل، اون مدراتورین. مدراتورین یعنی مجری برنامه، مثل مجری برنامه های تلویزیونی مثلا یا مجری برنامه های رادیویی. مجری گوینده، در واقع کسی که مجریگری میکنه میگن مدراتور. اده مدراتورین. خب مدراتور مال آقایون هستش، مدراتورین مال خانم. این دوچلان مدریرت، مدریغن فعلشه دیگه. اینجا براتون می نویسم حرفش با شما هاست. البته که من آخر حرف هست همه اینا رو می نویسم. مدریغن یعنی چی؟ یعنی مجریگری کردن. اینطوری به فارسی براتون می نویسم. خب یعنی میگه در آلمان مجریگری می کند او دی. در واقع میخواد بگه او مجری دی شو، بگیرم این طرف دی شو، میگه مجریگری میکنن دی شو شو جرمنیز نکست توپ مدل یا توپ مدل دیگه، چون نکست چیز نوشته دیگه، انگلیسی نوشته، این اصلا عنوان برنامه انگلیسیه. جرمنیز نکست توپ مدل. خب یعنی مدل، این توپ مدل یعنی مدل برتر بعدی یا آینده یه آلمان. مدل برتر بعدی یا آینده یه آلمان. زایت یعنی از. زایت از. یک ساختار گرامری داره که خیلی زود با هم دیگه این رو میخونه، خیلی زیباست، بهتون یاد میدم این رو، ولی در حال حاضر بده زایت یعنی از. زایت 2000، ما 2005 هزار نرو، اول با 2000ش رو میخونیم. 2005، 2005 میگه از 2005 ایست هایدی کلوم میت سیل فرهایغاته. یعنی هایدی کلوم با میت، یعنی با میت با سیل ازدواج کرده. ما تو این ساختاریه، من باید براتون بگم بعدا، الان نه، چون به گرامرش واقعا کار جداگانه ایستم. خب پس از سال 2005 هایدی کلوم با کی ازدواج کرده؟ با سیل. این به خاطر اون تکمیل کردن اون مطالب پایین که اول درس گفتم به دردتون میخوره. بعد سیل ایست فون بقوف زنگر. زنگر یعنی خواننده. بازم همون ساختار. سیل ایست فون بقوف. سیل از نظر شغلی خواننده، خواننده هست. اوند کومت اوس لندن و اهل لندن هست. هایدی کلوم هات فیر کیندر، یعنی هایدی کلوم دارد 4 فرزند. چرا کیندر؟ فیر، به خاطر فیر. اگه بود این میشد این کیند. زی هایسن، زی منظورش بچه هاست دیگه، میگه 4 تا بچه داره. اونها نام دارند. لنی، از کجا فهمیدم میگم نام دارند؟ به خاطر اینکه داره ادامه میده جمله رو، 4 تا اسم گفته، پس مسلما این زی نمیتونه زی مؤنث باشه، مفرد باشه. اینا اون چیزایی بود که گفتم تو جمله متوجه میشه. زی هایسن، اونها نام دارن. لنی، هنری، یوهان و لو اسمشون هست. دی فامیلی یعنی دی فامیلی یعنی کل خانواده. این یعنی ارنا و
سیل و با چهارتا بچه هاشو میگه دی فامیلی وونت زندگی میکنن. بچه ها این یک نکته بسیار مهمه، دی فامیلی نمیگیم وونن، قاعده است. دی فامیلی یک خانواده است. خب اگه بود دی فامیلین یعنی جمع بود میشد وونن، ولی دی فامیلی چون یک اسمه و آرتیکلش هم در واقع دی هست به معنی خانواده، خب خانواده یک محسوب میشه. وونت برای همین فعل مفرد صرف میشه. اینو خیلی خوب دقت کنید، وونت سورسایت در حال حاضر این دن او اس آ، این دن او اس آ یعنی همون چیزایی بود که گفتم آرتیکل داره اسم کشورها. خب خیلی طولانی شد، به خدای بزرگ میسپارمتون. این قسمت رو خودتون باید دیگه با توجه به متن پر کنین، من وقت در واقع وایس ها و ویدیوها رو بی جهت نگیرم براتون. قربانتون، خدا نگهدار.